درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. الو صداتون پخش میشه، بفهمید. درود بر شما جناب فروتن عزیز، علی هستم. درود بر شما علی عزیز که از کانادا. علی جان بفهمید صداتون پخش میشه. متشکرم از پیامتون. من چند روز دیرتر گرفتم، به همین جهت متاسفانه موفق نشدم که سریعتر تماس بگیرم. هیچ اشکالی نداره علی جان، بفهمید. میخواستم خیلی به طور خیلی مختصر، اولا با نظر اون همزبان عزیز آقای سرهنگ من موافق نیستم، به خاطر اینکه به نظر من اون دراپ مایه میلیونی جنبشی، اون خیزشی که در ایران ما شاهدش بودیم، اون نمونه و در نتیجه اون خشمهای انباشته شده ظرف 30 سال گذشته بود که یک موقعیتی برای پیدا شده بود که با کمترین هزینه حداقل به لحاظ جمعی موقعیتی یافت که خودشو نشون بده. ببین در جامعه ما گروه های مختلف داریم، الان ممکنه نمیدونم 10% 5% از مردم ایران حاضر باشن با هر بهایی، حاضرن هر بهایی بدن به خاطر برای رسیدن به اهداف آزادی خواهان خودشون، ولی بقیه مردم نیستن. اگر بودن که خب همه میوادن بیرون، حاضر بودن هم هر بهایی رو بدن، چون نهاد مردمی یکی از تا جایی که من اطلاع ازش دارم اهدافش اینه که مخرج مشترکی به وجود بیاره که این حرکت رو آسان‌تر بکنه، هزینه رو کمتر بکنه برای عموم، که به همون شکلی که اون موقعیت پیش اومد مردم رو بتونه برکر بیاره و اهرم‌های و گروه های مختلف اجتماعی رو موبالایز بکنه، برکر بیاره. و این به نظر من خیلی در خط و در راه با یه سری جزئیات جزئی اختلاف چیز سبزه، یعنی مخرج مشترک ها بسیار زیاده. بخاطر اینکه جنبش مردم ایران جنبش سبز هم همین رو میگه، یعنی چی؟ یعنی یک چتری برای در زیر خود قرار گرفتن از منی پیپل، از اکثریت مردم با عقاید و نظرات مختلف. مرسی علی جان. بعضی موقع اگه گروه های داخل کشور و یک سری رهبرانی که من با گذشتشون هم مخالف موافق نیستم قانون اساسی رو مد نظر قرار میدن، این هیچ دلیل بر اعتقاد اونا بر قانون اساسی نیست، بلکه قانون اساسی رو به عنوان یک ابزاری اهرمی که برایشون مسئولیت قابل به وجود میاره و اجازه بهشون میده که فعالیت بکنن، به نظر من از اون این خاطر استفاده میکنن. من نمیگم این اشخاص کاملا کارشون درسته یا درست نیست، ولی واقعا باید توجه کرد به گفته های افراد و خون لابلای چیزی که میگن که مسیح پیغامشون برای کیا هست، برای اینه که بگیرنده تا عدمن این چیز عقاید مختلف و گروه مختلف هست، یا اینه که به نظر من گروه جنبش سبز و اون نظراتی که ابراز میشته برای اینه که شامل همه مردم تا جایی که امکان داره باشه. بسیار متشکرم علی عزیز، دست درد نکنه. قبل از اینکه لیان صحبت بکنه در رابطه با کامیاب 10 کام اینجا اون دو موردی که گفتی 100% باهات موافقم، تضعیف کردن نیروهای نظامی و قوی کردن اپوزیسیون و بحث داخل و خارج از کشور. فقط نظر من این هستش که ما اگر اپوزیسیون رو منسجم بکنیم در سطح بین المللی بین داخل و خارج از کشور، دومی یعنی تضعیف نیروی نظامی خواهد شد. من میدونم، من نامه دارم از سرداران سپاه، من میدونم کدوم فرماندهان و استادان مختلف آماده هستن بر ضد حکومت اقدام بکنن، اسم دارم و بسیاری مسائل دیگر،
فقط اینها وقتی این کار رو خواهند کرد که بدونن یک جایی هست که پشتیبانی بکنه. اگر ندونن که جایی هست پشتیبانی ازشون بکنه، خب مسلمان نمی کنن، چون خودشون فامیلشون اعدام میشن، کشته میشن. پس ما اول باید این انسجام رو درست بکنیم، این قدرت رو به دنیا نشون بدیم، آخوندات تنشون بلرزن. مسلم بدونید که نظامی ها و پاسدارا و غیره این حرفا، اونایی که با مردم هستن به موقع خودشون خیلی سریع با شما خواهند بود. خب لیان بفهمید، میکروفون خدمت شما هست. درود بر شما، یک لحظه گوش خدمتتون. بله، درود به دکتر فروتن عزیز و همه همیهنان من در سرتاسر جهان. روی صحبت من با طرفدارهای جمهوری اسلامی است. متاسفانه بسیاری از آنها از مسائل داخلی کشور خودمون اطلاع ندارند و به خاطر عدم نداشتن یک بینش سیاسی صحیح، یک لحظه گوش خدمتتون بفرمایید، یک سری افراد به نام سران جمهوری اسلامی رو خوردن که فقط سهمی که آنها به این طرف دارایشون داده انتظار برای امام زمانه. متاسفانه در کشور ما طبق آمار غیر رسمی خود جمهوری اسلامی نزدیک 600 هزار زن بدکاره در تهران وجود داره. 40% از این جامعه به طور اقتصادی وابسته هستن به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی سیستم اقتصادیش رو بر روی عدم مالیات گرفتن از مردم بنا کرده تا به این طریق بتونه جامعه رو به خودش وابسته بکنه. 14 میلیون از مردم داخل ایران بی سواد هستن. به وجود آوردن چاه جمکران، نشان دادن عکس آقا امام زمان بر روی دیوار ولی زدن این دیوار توسط مردم داخل ایران، متاسفانه اینها همه مسائلی است که باعث میشه اون بینش صحیح سیاسی در کشور ما ایجاد نشه متاسفانه. و در این بین سران جمهوری اسلامی بر اساس فلسفه ماکیاولی از احساسات دینی و معنوی این ملت دارن سوء استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف شخصی خودشون به نام اهداف اقتصادی در است. هیچ وقت این طرفداران از خودشون سوال نکردن که این منابع اقتصادی کشور ما چجوری داره حیف و میل میشه. این آمارهای میله‌ای و کبابی که در تلویزیون ها نشون داده میشه، آیا اینها واقعا حقیقی است؟ ضبط و مصادره اموال تمام کارخانه ها و دادن تمام اینها به یک عده به نام روحانیت و وفاداران به حکومت در یک دایره بسیار تنگ، همه تحت کنترل ولی فقیه، پست رو از این میگیرن میدن به اون یکی شخص، طرف رو از این پست برمیدارن میذارن اونجا و دادن تمام اموال به آقازاده ها، دادن وام های بی بهره، امتیاز دادن به روحانیون، فرزندان و تمام وابسته های به اونها، واگذاری تأسیسات و معادن و چه میدونم کارخانه های بزرگ و شرکت های دولتی به نظامیان تحت سیاست خصوصی سازی. متاسفانه اینها مسائلی است که در کشور ما هست. امیدوارم که این طرفدارهای جمهوری اسلامی این چشم‌ها رو بیشتر باز کنن و توجه داشته باشن که حقایق در کجاست. من تشکر می‌کنم از جناب دکتر فروتن و همه همیهنان عزیزم. زنده باد سبز.